بفرما. الان آقای مهدی 20 دقیقه صحبت کنم هیچ چیز نمیگم. خیلی خوب. بحث به جای خوبی رسید. خیلی خوشحالم که یک کمی هم به در واقع مباحث مربوط به شورای نگهبان پرداختین. آقای تاج‌زاده دو نوع حرف میزنه. دو جنس حرف میزنه. جنس اول حرفش قابل ارزیابی و جنس دوم غیر قابل ارزیابیه. یعنی حرفیه که مدعیه بدون اینکه سندی برای اون بیاره. مثل همون جمله‌ای که از امام حسین نقل کردن که بزرگترین منکر استبداده ولی به شهید مطهری استناد کردن، برای خیلی از حرفاشون در واقع استدلال ندارن، فقط ادعاست. اما برخی از حرفاشون استناد قانون اساسی داره و این خیلی خوبه. از چه جهت خوبه؟ از این جهت خوبه که اگر من استنادات حرفایی که به قانون اساسی ایران و قانون اساسی فرانسه و مانند اینها استناد کردن رو باطل بکنم، معلومه اون یکی هم استنادی نداشته دیگه. یعنی اینطوره که شما با ادعاهایی که در مورد قانون اساسی میشه ارزیابیش و رجوع به قانون اساسی، چون بالاخره متن دیگه فرار که نکرده، و مراجعه به قانون اساسی فرانسه و مقایسه اینها و بحث‌های حقوقی که در مورد اینا وجود داره که آقای تاج‌زاده اصلا در جریان این مباحث نیستن، احتمال خب رشته‌شون نیست دیگه، حقوق نخوندن، باید از متخصص حقوقی سوال بکنن. اگر به اونجا رجوع بکنیم می‌بینیم که این حرفا کاملا حرفای غلطیه، حرفای درستی نیست. در مورد اون چیزایی هم که مدعی هستن، مثل اینکه فلانی تو شورای نگهبان رد شده به خاطر نطقش و اینا، در مورد اون هم میتونید نتیجه بگیرید. برای اون ادعا هم البته آقای تاج‌زاده باید در واقع برای خودش استناداتی بیاره، چون من و شما اینجا که نشستیم، آقای تاج‌زاده که معصوم نیستش، باید سندی بیاره مطابق اون سند صحبت بکنه، و الا حرف روی هوا زدن هر کسی میتونه این حرف رو بزنه، مانند همون 4 میلیاردی که گفتن و خود اون طرف هم تکذیب کرد و الان در مورد دارم میدونن دنبالش. حالا من میخوام در خصوص اون مواردی که آقای تاج‌زاده به قانون رویه شورای نگهبان در اول انقلاب، قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس و مانند اینها استناد کردن، این استنادات غلط بود، به اونا بپردازیم. آقای تاج‌زاده گفتن که اول انقلاب رد صلاحیت نبوده، درسته؟ گفتن اول انقلاب رد صلاحیت نبوده. بریم سراغ رد صلاحیت های اول انقلاب. از روش میخونم. مجلس اول، نامه شورای نگهبان، شماره نامه 3085، امضا کننده نامه دبیر شورای نگهبان لطف‌الله صافی. وزارت کشور در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری که مشهور به عقاید مارکسیستی و ضد اسلامی هستند، اعلام کردند، لازم به تذکر است این موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و بدین شرح ابراز نظر شد. آنچه از قانون اساسی، مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 62 مستفاد می شود، آن است که کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در قانون اساسی باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این افراد از لیست نامزدها حذف شود. شورای نگهبان چی نوشته؟ نوشته آقای سلیمانی، ستاد انتخابات، مراتب به عرض مقام وزارت رسید و دستور فرمودند کلیه شعب و حوزه های ثبت نام موظف اجرای مفاد می باشند، لذا به کلیه حوزه ها ابلاغ شود. سرپرست انتخابات کشور جهانگیره. خب این مجلس اوله. مجلس اول رد صلاحیت نداشته. چی کار کنیم الان؟ مفسدین راشو یاد گرفتن بیشتر میرن ثبت نام میکنن، اون موقع نمیرفتن ثبت نام کنن.
من یه رفیقی دارم هر وقت به من زنگ میزنه میگه برام یه استخاره بگیر، همش استخاراش بد میاد. یه دفعه برگشت به من گفتش که تو هم همه استخارات بده. گفتم من همه استخارام بد نیست، همه تصمیمات تو بده. وقتی که شما مفسد معرفی میکنید، وقتی طرف صلاحیت نداره به عنوان مالی، شورای نگهبان چی کار بکنه؟ یکی از فوتهایی که شما یاد گرفتید اینه که یک لشکری از مفسدین را میندازیم برای ثبت نام، اولا. ثانیاً خیلی از اینایی که بعداً تایید شدن عدم احراز خورده بودن، چون خبری در موردش وجود نداره. قانونی که شما برای انتخابات نوشتید یک محدوده مشخص کمی رو برای انتخابات مشخص کرده، گفته در این زمان باید اینها تایید و رد صلاحیت بشن. شورای نگهبان 10 دفعه گفته آقا من نمیتونم اینا رو احراز بکنم، زمان نیست، حق مردم داره ضایع میشه، برین قانون انتخابات رو درست بکنین. 7 سال دست شماست، به کسی که شما بهش رأی دادی چرا قانون انتخابات مجلس اصلاح نکردن که مردم عدم احراز نخورن؟ بله، اون کسایی که نام میبرید مطابق در واقع قانون اساسی به سوگند نمایندگی وفادار نبودن، تقوا نداشتن، رفته اونجا در واقع طرف رد شده. تعدادش چند نفره؟ تعدادش خیلی کمه. اون کسایی که تایید شدن که تعدادش بیشتره. من میگم در تهران شما 130 نفر داری، شما میگی ما در کل کشور 130 نفر داریم، پس میشه 290 نفر نداریم آدم. در تهران همین الان شاخصاتون 130 نفر ثبت نام کردن دیگه، لیستتون هم که کامله. در همه شهرها آدمایی که میگن من اصلاح طلبم وجود داره. این یک بازیه که شما در چند تا مجلس بعد مجلس ششم شروع کردین، در افرادی رو میفرستید لشکری برای رد صلاحیت شدن. آدمای شما مشکل فساد نداشتن؟ توی دولت‌های شما بزرگترین مفاسد مورد بررسی دستگاه قضا قرار نگرفته؟ برادر معاون اول شما الان محکوم نیست؟ همون کسی که کاندیداتون بود، کاندیدای نمایشیتون بود؟ برادر نمار رئیس جمهورتون کار مفسد آمیز انجام نداده که میگین دست پاک بودیم؟ معنای دست پاک بودنش فهمیدیم. آقای جمگیری وزیر دولتی که شما ادعا میکنید که دست پاک، دخترش با اون وضعیتی که مشخص شد که در اطراف تهران چی کار دارن میکنه، اینا شد دست پاکی؟ نه خیر، یه بازی شروع کردین، یه عده‌ای رو معرفی میکنین که از شعار رد صلاحیت ها همینطوری که الان دارین استفاده میکنین استفاده بکنین. شورای نگهبان هم مسئول حفاظت از منافع ملت جلوی مفسدینه که اشتباه میکنه کفو در نظر میگیره. شورای نگهبان مدیونه که کفو داره در نظر میگیره، هرکی که نمرش 10 شد داره میفرسته، البته مطابق قانون انتخابات. شورای نگهبان باید احراز بکنه آدم سالم، کسی که وفاداریش، ببینید شورای نگهبان چی میگه؟ یه کسی که وفاداریش ثابت شده باید بره. آدم شما میره دیگه، به من که نمیخوای بگی آی تاجزاده من 15 سال کارشناسم، دارم با نماینده ها سر کله میزنم، دارم میبینم نماینده شما دارن تو مجلس چی کار میکنن. این که وضعیتش مشخصه که. خب برگردیم به استناداتی که شما به قانون اساسی کردید. آقای تاجزاده میگن که در قانون اساسی آمده انتخابات شوراها نظارتش بر مجلسه. کجای قانون اساسی آمده؟ همچی چیزی در قانون اساسی نداریم. یعنی اطلاعات آقای تاجزاده در مورد قانون اساسی در این حده که نمیدونه نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی توسط مجلس نیست، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده که بره اونجا. قانون اساسی ما در مورد انتخابات شورا ساکته که نظارتش کی انجام بده، چون براش اهمیتی نداشته. این که میگید که از خودمون در آوردیم اینا رو نوشتیم، نه خیر، الان قانون اساسی فرانسه رو از روش میخونیم ببینیم که از خودمون در آوردیم یا از قانون اساسی فرانسه ترجمه کردیم. خیلی راحت. اصل 58 قانون اساسی فرانسه، همانطور که قانون اساسی ما در خصوص رئیس جمهور اصل جدایی داره برای نظارت در انتخاباتش، قانون شورای نگهبان فرانسه هم جدای برای رئیس جمهور. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای قانون اساسی است. شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را تعیین می‌کند.
کجاست اینجا؟ ایران نیست، افغانستان هم نیست که بهش بخنده آقای رئیس جمهور. فرانسه 6 تا دموکراسی پشت 6 تا جمهوری پشت سر گذاشته به اینجا رسیده. اصل 59 در صورت اعتراض نسبت به انتخابات به حسن اجرای انتخابات، اعضای مجلس شورای ملی، مجلس سنا و شورای نگهبان نظارت کامل میکنند. اصل 60 شورای نگهبان بر حسن اجرای همه پرسی نظارت و نتایج آن را اعلام میکند. و یک چیز جالب برای شما بگیم که در قانون اساسی فرانسه هم مانند قانون اساسی ما، نظارت بر انتخابات ها که به عهده شورای نگهبانه، نظر شورای نگهبان قطعیه. اینا رو ما از خودمون در نیاوردیم. پیشنویس آقای حسن حبیبی توی اینترنت هست، بریم ببینیم پیشنویس آقای حسن حبیبی که از روی فرانسه و بلژیک و ایتالیا نوشتن با آقای دکتر ناصر کاتوزیان که بعضی از اصولش نعل به نعل ترجمه است، بعد از اینکه رفت توی مجلس خبرگان و قانونگذاری با اون 80 تا مجتهدی که شما میگی، کدوماش تغییر کردن؟ یه دونه اصل 4 اومده، اصل ولایت فقیه اومده، اصل 56 اومده، مجمع تشخیص اومده، مجلس سنا حذف شده و مانند اینها. بقیه اصولی که شما دارید بهش استناد میکنید عین قانون اساسی فرانسه است. میفرمایین که اونجا احزاب رد صلاحیت نمیشن. خب این دیگه قانون، دیگه میتونیم از روش بخونیم. آقای شما فرانسه ای بلدین؟ بای بلد نیستین، ترجمه شده به انگلیسی، از روش میخونیم. توی فرانسه احزاب خودشون کنترل میکنن، نکردن شورای نگهبان رد میکنه. میفرمایم ما ندیدیم شورای نگهبان فرانسه رد بکنه. خب برید ببینید شورای نگهبان فرانسه رد میکنه. آقای تاج‌زاده شما اگر 28 سالتون باشه برین توی انتخابات مجلس فرانسه شرکت بکنید، شما رو رد صلاحیت میکنن. اگر یک نفر مجنون باشه بره در انتخابات شرکت بکنه، رد صلاحیتش میکنن. اگر مطابق ماده 27 قانون مجازات عمومی فرانسه یک نفر محکومیت کیفری مؤثر داشته باشه که بهش میگن مجازات های تبعی، بره در انتخابات شرکت بکنه، رد صلاحیتش میکنن. اگر یک نفر تابعیت کشور خارجی داشته باشه بره اونجا در انتخابات شرکت بکنه، رد صلاحیتش میکنه. اگر دو تابعیتی باشه رأی بهش نداده باشن، رد صلاحیتش میکنن. توی ماده همونطور در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، 26 قانون مجازات اسلامی هم در تبصره ذکر شده که هر کس محکومیت داره، هر کس یک بار زندان رفته، چه زندان سیاسی باشه، چه زندان امنیتی باشه، چه زندان مالی باشه، هر چی باشه، مادام العمر محروم از شرکت در انتخابات. قانون گفته، چرا به قانون تن نمیدید؟ چرا محکومین رو بهشون میگین که در انتخابات برن شرکت بکنن؟ ماده 26 قانون مجازات اسلامی رو نخوندین؟ گفته که هر کس محکوم شده باشه مطابق بندهای ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی از شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب شونده محرومه، ولی میتونه بره رأی بده. چرا به اونهایی که محکوم شدن میگید برن ثبت نام کنن؟ قانون چرا نمیخونین؟ خب معلومه که شما این همه حقوقدان بینتون هست، این همه حقوقدان دارید، ازشون سوال بکنید. کسی که محکوم شده حق شرکت در انتخابات نداره و شورای اگر وزارت کشور تاییدش بکنه، شورای نگهبان ردش میکنه. اینطوری قانون اساسی ما، عین قانون اساسی فرانسه است. در قانون اساسی ما عین قانون اساسی فرانسه و قانون انتخابات مجلس ما عین قانون انتخابات فرانسه یک روندی وجود داره. روند چه جوریه؟ شکلش چه شکلیه آقای تاج‌زاده؟ یه نفر میره در نهاد اجرایی که وزارت کشور ثبت نام میکنه، صلاحیتش مورد تایید یا رد قرار میگیره بر اساس همون چیزایی که توی قانونشون اومده. بر ما تعهد به ولایت فقیه و نظام اسلامی هم اومده، بر اونا نیومده. بر ما اومده، بر اونا نیومده. با پذیرش همین میرن انتخابات در وزارت کشور، نهاد اجراییش ثبت نام میکنن. ثبت نام که کردن یه بار نظر میده که آیا شما میتونی شرکت بکنی یا نه. اینا قانونه ها، نگید محبی از خودش میگه، آقای تاج‌زاده داره از خودش میگه. بریم میتونیم قانون رو بخونیم دیگه. الحمدلله همتون انگلیسی بلدید، برید بخونید، ترجمه هم شده. اتفاقا قانون انتخابات فرانسه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون انتخاباتش هم ترجمه به فارسی شده، اینم میتونید بهش مراجعه بکنید.
در نهاد اجرایی که ثبت نام کردن طرف حق اعتراض داره و میتونه به شورای نگهبانشون اعتراض بکنه، میگه منو غلط رد کردن. و شورای نگهبان چه در مورد غلط رد شدن، اونایی که غلط رد شدن چه اونایی که درست رد شدن، به اعتراضات رسیدگی میکنه، نظرش قطعیه. در اینجا من یک در واقع پیشینه‌ای رو بگم تا مشخص بشه که این حرف‌ها حرف‌های سیاسیه، این حرف‌ها حرف‌های علمی نیست. این که من میگم نخنما شده به خاطر اینکه در حقوق جایگاه نداره. در یک زمانی، الحمدلله من وقت دارم دیگه آیت اجازه بده، در یک زمانی در اروپا یک شخصی پیدا شد به نام مونتسکیو، گفتش که آقا با یک قوه نمیشه مملکت رو اداره کرد، باید با چند تا قوه مملکت رو اداره کرد. اصلی به وجود آورد به نام اصل تفکیک قوا. اصل تفکیک قوا که به وجود اومد، قوا از هم تفکیک شدن، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، سه تا قوه بود که از هم تفکیک شدن. البته چون هر کشوری رئیس میخواد، اونجا رئیس جمهور رو رئیس کشور هم قرار دادن، همونطور که در قانون اساسی 58 ما قرار داشت، یعنی قضات زیر نظر رئیس جمهور هم هستن. اونجا برخلاف اینجا که رهبری نمیتونه پارلمان رو منحل بکنه، رهبری در شرایطی میتونه پارلمان رو منحل بکنه که حالا من به اینا ورود پیدا نمیکنم. یه چیزی، یه مفهومی در غرب به وجود آمده به نام مفهوم نظارت، کنترل، تو انگلیسی در حقوق عمومی بهش میگن کنترل. این مفهوم نظارت در حقوق غربی چیزی به نام نظارت استطلاعی اصلا نداره. نظارت استطلاعی رو دوستان شما در آوردن. ما در فقه یه چیزی داریم، فقها بحث میکنن که آیا این نظارت استطلاعیه یا استصوابیه. در خصوص اینکه آیا این بچه رو داریم حضانت میکنیم، اینجا نظارتمون استطلاعی یا استصوابیه. در حقوق عمومی آقای تاجزاده، نه در بورکینافاسو، نه در کشورهایی که قانون اساسیشون جدید تصویب شده مثل افغانستان و عراق، نه در کشورهایی که شما مدعیش هستید مدرنن مثل انگلیس که اصلا قانون اساسی ندارن، و هم در کشورهایی که بسیار در حقوق عمومی پابلیک لا پیشرفته هستند، از جمله آمریکا، فرانسه، بلژیک، سوئیس و مانند اینها، عزیزان چیزی به نام نظارت استطلاعی نداریم. نظارت در کل حقوق عمومی یه دونه است، اونم استصوابی. اصلا چون دوتا ندارن فقط بهش میگن کنترل. شکلش چجوریه براتون الان توضیح میدم. چرا من میگم اینا کلاهبرداریه؟ اینا کلاهبرداری های حقوقیه. در عالم سیاست از واژگان استفاده میکنن سر مردم کلاه بذارن. من به اینا میگم کلاهبرداری های حقوقی. ببینید توی حقوق در دنیا، در همه قوانین اساسی بدون یه دونه استثناء، حتی نظارت این شکلیه. آقای تاجزاده، مرکز پژوهش‌های مجلس و یک نهاد دیگه دو بار قوانین اساسی دنیا رو ترجمه کردم به فارسی. اگه حس خوندن انگلیسیشو ندارید، به قوانین اساسی دنیا میتونید مراجعه بکنید. اگر خواستید من دوره‌شو تقدیم میکنم به شما مطالعه بکنید. در همه قوانین اساسی دنیا نظارت به این ترتیبه: یا نظارت مردمی و حکومتی، مردمیه و حکومتی، که در نهاد اسلام به این نهاد مردمی میگن امر معروف و نهی از منکر، به اونجا میان کنترل اجتماعی، یا در داخل حکومت اتفاق میفته. اینی که در داخل حکومت اتفاق میفته یا قضاییه یا اداری انتخاباتیه یا سیاسی پارلمانیه. از این سه حالت ما نظارت در داخل قوانین اساسی دنیا نداریم. یا اداریه، یا قضاییه، یا سیاسیه. همه این سه تا یک مرجعی هست که رأیش قاطعه، بعد از اون دیگه کسی نظر نمیده. این معنای نظارته. چیزی به نام نظارت استطلاعی نداریم، یه چیز داریم اسمش نظارت و کنترله. در همه قوانین، ببینید تأکید میکنم، همه قوانین اساسی دنیا بدون یه دونه استثناء، این قانون اساسی تعیین میکنه که کجا این نظارت رو انجام بده.
نظارت سیاسی در دنیا به عهده کیه؟ به عهده مجلس یا مجلس اینه؟ اونجا چی کار میکنه در نظارت سیاسی؟ رأی اعتماد میده، سوال میکنه، استیضاح میکنه، برکنار میکنه. کسی بالای دستش هست؟ نه، فقط رئیس جمهور. رئیس جمهور در همین قانون اساسی فرانسه تصمیم بگیره به مجلس دستور میده، فقط رئیس کشور. دومیش کنار نظارت سیاسی که پارلمان انجام میده، نظارت قضاییه. آقای دکتر تاج‌زاده، نظارت قضایی یعنی در فرانسه یعنی اینکه یک نفر در دادگاه صلح محکوم میشه، میتونه بره در دادگاه عمومی شهرستان به حرفش رسیدگی بشه. اگر در دادگاه عمومی محکوم شد، میتونه بره در دادگاه استیناف و همه میتونن، برخی از دعواها رو میتونن در دیوان عالی کشور سوپریم کورت مورد قضاوت قرار بدن. و این تجدید نظر در همه جای سیستم قضایی در همه جای دنیا بجز عربستان وجود داره. تنها کشوری که محاکمش محاکم شرعی است عربستانه، از این چیزا نداره. یه دونه کشوری که نظارت قضایی نداره. همه قوانین اساسی دنیا نظارت قضایی رو به رسمیت شناختن، زیر نظر رئیس کشورم کار میکنن. تفکیک قوام اونجا اینجوریه، نخست وزیر، وزیر رئیسش و رئیس جمهوره. الان برابر شدیم. آخرین نظارت که این نظارت هم نظارتیه که تجدید نظر داره، نظارت اداری انتخاباتی و کانستیتوشنله به قول فرانسوی ها. یعنی نظارت اساسیه، یعنی به حقوق اساسی مردم مربوط میشه. من از شما سوال میکنم، شما که میگین شورای نگهبان نظارت استثبابیش اینجوری یا نظارت استثبابیش اونجوری، شما بگید بالاخره یک جایی باید در کشور باشد که به رد و تایید صلاحیت شما معاون وزیر کشور رسیدگی بکند یا خیر. اگر میگویید نباشد، که خلاف همه دنیا حرف زدید بجز عربستان، باید باشد. وقتی که نهاد اجرایی انتخابات نظر داد در مورد صلاحیت، دیگه این که هست، طرف دیوونه است، اومده ثبت نام کرده بر اساس قانون انتخابات فرانسه، باید عاقل باشه. طرف 26 سالشه، باید 30 سالش باشه، اومده ثبت نام کرده. در مورد این که باید نظر بده که، در مورد اسلام نمیخوایم نظر بده، در مورد این که در واقع حکم خدا رو رعایت میکنه یا رعایت نمیکنه نباید نظر بده، در این که خانوم بازی میکنه نباید نظر بده، آزاده دیگه، خب اونجا حکومت غیر مذهبیه. در مورد اینا که نظر میده، نگید اینطوری ما اونجا رد صلاحیت نمیبینیم. در فرانسه رد صلاحیت هست، شورای نگهبان هم نظر میده، برخلاف نظر وزارت کشور هم نظر میده. البته اونجا وزارت کشورشون عاقله، رعایت میکنه قانونو. تعداد رد صلاحیت تایید صلاحیتشون مثل ما نیست گوتری باشه. اونجا وزارت کشورشون سیاسی نیست، اونجا آبروی کشورشون رو نمیبرن، اونجا تاجزاده ندارن متاسفانه یا خوشبختانه. توجه فرمودین؟ اینجا گوتری شما تایید میکنید، گوتری شورای نگهبان باید فلهی بشینه اونجا در موردش تصمیم گیری بکنه ظرف یه ماه. چجوری تایید صلاحیت رد صلاحیت تو فرانسه میشه؟ به این ترتیب، نهاد اجرایی نظر میده، آخرش نهاد نظارت بررسی میکنه ببینه که آیا این درست نظر داده یا درست نظر نداده. رفقا، عزیزانی که اینجا نشستید، این یک کلاهبرداری حقوقیه که شما فکر بکنید نهاد اجرایی تایید میکنه، نهاد نظارتی وجود نداره که تایید میکنه. خب اگر پذیرفتید که این نظارت باید وجود داشته باشه، این نظارت کجا باشه؟ قانون اساسی فرانسه گفته یک شورایی باشه به نام شورای قانون اساسی، کانستیتوشنال کانسل به قول انگلیسی ها. اینجا میشینن چند نفرن؟ حداقل 9 نفرن. کی تعیین میکنه؟ رئیس جمهور، رئیس اجرایی کشور. این تداخله؟ اونا خودشون پذیرفتن. ستای بعدی رو کی تعیین میکنه؟ رئیس مجلس سنا. ستای بعدی رو کی؟ رئیس مجلس نمایندگان. حتی نماینده هم رأی نمیدن، رؤسای مجلس تعیین میکنن. اونجا دیکتاتوری نیست، اینجا رسید دیکتاتوری شد. و شما به من بگید
کجای دنیا اون نهادی که اینا رو بررسی میکنه؟ آقا مگه آمال آرزوی خیلی ها از منظر نظام حقوقی باشه، از منظر نظام حقوقی مگه ایالات متحده آمریکا نیست؟ کجا اینا رو بررسی میکنه؟ سوپریم کورت میگن میگین آقای جنتی چرا سنش بالاست نمیره؟ در سوپریم کورت آمریکا بازنشستگی برای اعضای شورای نگهبانشون که همون دادگاه سوپریم کورت داریم، نه خیر، اعضای سوپریم کورت تا آخر عمرشون اونجا هستن مگر اینکه خودشون استعفا بدن یا صلاحیتشون رو به خاطر اینکه در واقع اختلال مشاعر پیدا کردن مجلس سنا رد بکنه. بعد میگن این دوره، چطور اونجا دوره؟ اینجا دور نیست؟ کجای دنیا این نخو میذاره بیرون؟ مجلس اون تو آمریکا مجلس سناشو سوپریم کورت تایید میکنه، تایید میکنه، سوپریم کورت هم به مجلس سنا رسیدگی میکنه. چرا اینا برای آمریکایی‌ها بد نیست، به ما رسید بد شد؟ ببینید تجربه دنیا رو زیر سوال نبرید. اون چیزی که ما دعوا داریم، تاجزاده، من و شما اختلاف داریم، سر اسلامه. این قانون اساسی یه قسمی گذاشته، گفته پایبندی به اسلام رو قسم بخورن، تقوای اسلامی رو قسم بخورن، پایبندی به قانون اساسی رو قسم بخورن. اینا میان قسم میخورن، بعد میرن پشت پرده آن کار دیگر میکنن. بله، نظام اسلامی نظامیه که مثل فرانسویان نیست که بگه اگر یه نفر ریپ مرتکب شد، اینسست مرتکب شد، آبروشو ببرید دادگاه. نه خیر، اینطوری نیست. اگر یک نفر در یک مسلمانی که نام مسلمانی برشه زنای با محارم کرد، صلاحیت نمایندگی نداره، اما در دادگاه هم رسیدگی نمیشه، جرمشو میپوشونیم، خدا گفته، اما این نمیتونه در واقع نماینده مجلس بشه. فرق ما و فرانسوی ها ایناست. فرانسوی ها دادگاه شبکه تلویزیونی دارن به نام کورت تیوی، دادگاه قاضیه. شما میری اونجا رو نگاه میکنی، میبینی پدری داره اعتراف میکنه که به دخترش تجاوز کرده. اونجا این چیزا نیست، اونجا کاملا همه چی آزاده، میتونن آبروی همدیگر رو ببرن. اینجا اون خبرها نیست. به خود فرد میگن آقا این خطای تو وجود داشته، خودت خواستی بری داد بزنی من زنا کردم رد صلاحیت شدم، برو داد بزن. اما ماده 36 قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه رو موظف کرده در مورد جرائم اقتصادی بالای 100 میلیون تومان پرونده رو بذاره. آقای رئیس قوه قضاییه دیروز مجتمعی تشکیل دادن، سامانه ای آوردن بالا که انشاءالله همه اینایی که از نام میبرید که اینا رد صلاحیت شدن، نام هاشون میاد توی اون سامانه، معلوم میشه که اینا چرا رد صلاحیت شدن. من یه پیشنهادی به شما میکنم، از دفعه بعدی خواستیم به هدفتون برسین، اون آدمایی که میفرستیم برن رد صلاحیت تایید صلاحیت بگیرن، اونا رو آدمایی باشن که محکومیت نداشته باشن. پشت پرده خودتونم مثل احزاب فرانسه یه چکی بکنین که اینا فساد اخلاقی پشت سرشون نباشه، اینا برن ثبت نام بکنن، شما اون افرادی که میخواین بیارید. به من چه همه استخارهای تو بده؟ خودت تصمیم بد میگیری. وقتی شما آدمو اینجوری معرفی میکنید، انتظار دارید شورای نگهبان تایید بکنه؟ من شورای نگهبان در اعضاش خودتون رأی ندادید. محمد دهخان لیست امید برای چی رأی داده؟ اولا، ثانیا آقای دکتر ابراهیمیان که از شما بود، برای چی بهش رأی دادید؟ مگر همین تایید رد صلاحیت ها نشد؟ مگر آقای، حالا اسم نبرم، حالا آقای ابراهیمیان دوست من بود، اسمشون رو بردم، دوستان دیگر مگه توی شورای نگهبان نبودن؟ نه خیر، اینطور نیست. ما یک قانون اساسی سال 68 داشتیم، شما اون موقع تونرو بودی، با آقای صافی و اینا یه حرفایی زده میشد که الان یکیشو خوندم. این قانونی که شما میبینین عزیزان، این قانونی که شما میبینین، این قانونی که شما میبینین، قانون انتخابات نظارت مجلس شورای مجلس نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلسه. اینو لایحه‌شو کی نوشته؟ حدستون کیه؟ لایحه‌شو آقای میرحسین موسوی نوشته. الان یه قانون دیگه است، ولی لایحه‌شو این ایشون نوشته. کی تصویب کرده؟ آقای هاشمی تصویب کرده. کی ابلاغ کرده؟ همین سیستم این دو نفر ابلاغ کردن. در مورد شورای نگهبان هم است. آقای دکتر تاج‌زاده بخونید ببینید که در اول انقلاب نظارت استثنایی بوده یا نبوده. نکته آخری که میخوام عرض بکنم، میفرمایان نظارت استثنایی از اول انقلاب نبوده.
نظارت استصوابی اسمش نبوده، چون در حقوق عمومی نبوده. آقای دکتر مهرپور از اول در مشروع مذاکرات شورای نگهبان دست داشتن. برید از دوستان شما احتمالاً باشن، برید ازشون بپرسید که شورای نگهبان چجوری تایید و رد صلاحیت میکرد. نامه میزد شورای نگهبان در مجلس اولا، همینا که میگه تایید و رد صلاحیت نبود، نامه میزد میگفت فلانی رد صلاحیت بشه، این صلاحیت رو نداره، که یکی از نامه ها رو من برای شما در واقع اینجا قرائت کردم. چی شد که اومد توی در واقع قانون انتخابات مجلس؟ چند نفر نشستن حرف زدن، گفتن که این نظارتی که اینجا میگه با فقه چه ارتباطی داره؟ گفتن اونجا یه دونه استطلاعی اطلاعی داریم، استطلاعی استصوابی داریم، برای آقایان یک محملی برای کلاهبرداری حقوقی به وجود اومد. نه خیر، در پابلیک لا، در هیچ جای دنیا، در هیچ کشوری و در هیچ قانون اساسی نظارت استطلاعی نداریم. سه تا نهاد برای این جایی که آقای تاجزاده معاون سیاسیش بودن نظارت میکنن، یا سوپریم کورت، به ما بهش میگیم دیوان عالی کشور، ترجمه درستی نیست، یا گاردین کانسل، یا دادگاه قانون اساسی. خارج از این سه تا نیست و هیچ جای دنیا نیست که وزارت کشور تایید بکنه و شورای نگهبانی نباشه که بهش نظارت بکنه. چند تا نکته عرض بکنم تمام، که میخواید در دوره بعدی بگم آقای برادر. الان موازنه‌شو بگین چند دقیقه. خیلی قواهی تاجزاده بگم، من بقیه ادامه میدم. در فرانسه که صحبت میکنن آدم میگه چرا مهاجرت به عکس نمیشه، اینقدر وضع ما خوبه، اینقدر اونا در واقع گرفتار هستن و مشکلات دارن و عقب افتاده از سیستمش. آقای محبی، در فرانسه رئیس جمهورش رو رادیو تلویزیون، مطبوعات، احزاب مختلف، نفر اول کشوره، هر چی دلشون میخواد بهش میگن و نقدش میکنن. در اینجایی که ما الان هستیم چند نفر نامه نوشتن به رهبری که شما استعفا بده. احکامی که این هفته براشون صادر کردن، یکی 17 سال زندانه، یکی 16 سال زندانه، یکی 15 سال زندانه. این فرقش. الان ببینید این آقای ترامپ رو توی آمریکا رسانه‌ها چه بلایی سرش میارن. منتخب آمریکا هست، سفر اولشون هم هستش. اینجا بگیم که آقا رهبری باید پاسخگو باشه، تو مطبوعات که اصلا کسی جرئت نداره چیزی بگه، بیرون هم که بگه که تو فضای مجازی هم بگه که محکومش میکنن. یه جا مونده که آقای نهاد قانونی بخواد رهبری رو نظارت کنه بر کارش. طبق این قانون اساسی گفتن یه مجلس خبرگانی تشکیل بشه که خودش هم کیفیت انتخاب نمایندگانش رو تعیین بکنه. اومدن اینو دادن به شورای نگهبان، به فقهاش. یعنی امروز اگر کسی میخواد بره تو مجلس خبرگان شرکت بکنه که بر کار رهبری نظارت بکنه، باید صلاحیت چه آقای جنتی و فقهایی تایید بکنن که خودشون منصوب رهبریه. این یه دور. دوم، خودشون تو اون انتخابات نام زدن، یعنی هم داورن هم بازیکن. معلومه رقباشو حذف میکنه، نتیجهش میشه همین چیزی که الان توی قوم یه نمونهش دیدیم، چون آقای یزدی قرار بیاد همه رو ریختن بیرون برای اینکه چیز بشه. بعد تا ما اعتراض کنی همه هم مشکلشون یا اقتصادیه یا به اسلام مشکل داره. یعنی سوم، شما میگید همه جا شورای نگهبان داره. خب بفرمایید که توی این کشوری که میشه یک نفر از اعضای این شوراهایی که میگید نظارت داره پیدا کنید که تو طول سال یک بار اظهار نظر سیاسی بکنه. شما اینجا آقای جنتی هایی از دوین عضو شورای نگهبانن، از هر حزب سیاسی فعالترن و بیشتر دارن تو امور سیاسی دخالت میکنن، اونا جایگاه خودشون رو حفظ میکنن. بعدم قرار شما انتخابات سالم برگزار بکنید، بسیار خوب، از فقهای با افکار متفاوت دعوت کنید اونجا بشن. چه اصراری دارید همشون از یه جناح باشن؟ ما یه جناح اقلیت 15 درصدی تو این جامعه. خب من نمیخواید انتخابات اتقوم موازه تو هم کجاست؟ اینا متهمن به جناحی بودن. خب یه کسایی دعوت بکنید که این اتهام رو نداشته باشن،
یا مثل اول انقلاب، مگه نمیگید که اول انقلاب خیلی خوب بوده و اینا بوده؟ خب مثل اول انقلاب بکنید اعضای شورای نگهبان رو از جناح‌های مختلف انتخاب بکنید بیاد اونجا. من اصلا الان مشکلم دیگه فرانسه نیست، ما الان داریم تأسف میخوریم به این که آقا در کشورهای همسایه ما داره اتفاقاتی میفته که میگیم کاش که تو ایران هم اونجوری بود. اخیراً به خاطر اون جمله‌ای که آقای روحانی به کار برده بود در مورد انتخابات مکانیزه در افغانستان، یکی از شهروندان افغانستان پاسخ خیلی زیبایی داده بود، گفت کسی به ما طعنه نزن، از ما بیاموزید. ما توی انتخاباتمون نه کسی رو رد میکنیم، نه روزنامه نگار تو زندان داریم به خاطر مخالفت و انتقاد به دولت، نه زندانی سیاسی داریم، نه نظارت استثنایی معنی شما داریم. همه احزابمون آزادن، همه هم میدن با حجاب بی حجاب، مسلمون غیر مسلمون نامزد میشن. تو عراق الان اینه، یعنی ما الان داریم قصه انتخابات عراق و افغانستان رو میخوریم، نه قصه انتخابات فرانسه و آمریکا رو. میگیم در حد، نه اینکه خدایی نکرده قصد نجات پرستی داشته باشم که ما برتر از اون هستیم، نه، میگیم آقا این کشورهای منطقه ما پیشتاز بودیم در انقلاب مشروطه و در ملی شدن صنعت نفت و در انقلاب اسلامی. اون پیشتازیمون هم هیچ، در همون حد بپذیریم که آقا رقابت سیاسی باشه. آقای جلیلی، آقای محبی، در فرانسه و در آمریکا، حالا فرانسه رو چون شما خیلی مثال زدی، کدوم حزب هستش که شما در 40 سال گذشته بعد از انقلاب بیاد بگه من تو انتخابات خواستم شرکت کنم نامزدهای ما رو رد کرد؟ بعد تا میگم، میگه که مفسد معرفی نکنید، خب اشکال خودتونه. من بعدم حرفایی که میزنی غیر مستند. من این حرفایی گفتم به نقل از این نمایندگانی که رد شده تو مطبوعات گفتن، یعنی اگر دروغ باشه بعد علیش جور بشه شورای نگهبان اینا رو معرفی کنه به قوه قضاییه. آقای مطهری میگه من به خاطر نطقم، به خاطر صحبتام رد شده، نه به خاطر فسادم، و همشون اینجوری بودن. شما، اما من همیشه گفتم اینا میگن به نام فساد میخوان بهترین آدم ها رو رد بکنن. شما مشکل با مفسدین ما ندارید که، ما هر کدوم مفسد باشید بگیرید اعدامش کنید. شما با غیر مفسدای ما مشکل دارید، چون حاضر نمیشن که تمکین کنن نسبت به این نوع مسائل. در مورد حقوقدان، ببینید یکی از حقوقدانای برجسته این کشور مرحوم آقای ناصر کاتوزیان. ایشون میگه که شورای نگهبان از صلاحیت خودش در بسیاری از موارد تجاوز کرده و موضعی را پیش گرفته که کشور را به بنبست میکشد. و من به عنوان یک حقوقدانی که هیچ نفعی در این کار ندارد میگویم، موضعی را که در این شورا دارد به نظر میرسد که به جاهای خطرناکی خواهد رسید و من این هشدار را لازم است در این مرکز علمی بدهم. تو دانشگاه سخنرانی میکرد. اگر جلوی اراده ملی به انواع حیل و انواع وسایل گرفته شود و مردم مایوس شوند و دخالت و شرکت در حکومت مایوس شوند، این برای نظام خیلی خطرناک است. یعنی اتفاقا الان شورای نگهبان متهم توسط مهمترین حقوقدانان کشور که شما از وظایف خود تجاوز کردی و اون نهاد رو هم با خود انتخابات داری زیر سوال میبری. یه نکته دیگه فرمودن که آقا این 4 میلیاردی که گفت تکذیب شد و مثلا یه جوری که گویی قراره به اون آقام برخورد بشه. نه خیر، آقای صادقی اعلام کرد که در رسیدگی به صلاحیت‌های کسانی پول می‌گیرن و صلاحیت تایید می‌کنن. شورای نگهبان از ایشون شکایت کرد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان. آقای صادقی رفت اونجا مدارکش رو عرضه کرد، هیئت قانع شد که حق با آقای صادقی است و الان هم دارن پیگیری می‌کنن. و اخیراً هم یک مورد که ایشون انگوش گذاشت، فقط برای یک گرد صلاحیت 4 میلیارد تومان داشتن میگرفتن. نه این شایعه نیست، این آقای صادقی گفته، تو نشریات هست، به زودی هم معلوم بشه که کیو گرفتن و چه کسانی در واقع در اینجا دست داشتن. این هم از فسادی که در خود شورای نگهبان رخ داده. مطلب بعدی، من عرض کردم که شوراها نه به دلیل اینکه اهمیت نداشته انتخاباتشون نداده به شورای نگهبان، چرا نهاد بزرگی به شورا رو بی اهمیت بخونید؟ عرض کردم اگر شورای نگهبان یک ویژگی داشت که باید ذاتاً هر انتخاباتی رو نظارت میکرد، خب قانون اساسی میگفت شورای شهر هم تو نظارت بکن. نگفته،
در اختیار خود قانون گذاشته، قانون داده به مجلس. بنابراین پس ذاتی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات نیست. همچنان که گفتم اگر وظیفه شورای نگهبان رسیدگی به صلاحیت ها بود، چون تمام اینا که از فرانسه خوندی همش نظارت بر حسن اجراست، اگه در این حد بود که ما هم در شورای نگهبان حرفی نداشتیم که، اومده دخالت داره میکنه به نفع یک جناح و حذف یک جریان دیگه. خب اینجا صدای آدم ها در میاد. میفرمایید که آقا مجلس اول رد کردن. من داستانش برای مردم بگم. مجلس اول فقط چند نفر از حزب توده رو رد کردن. علتش هم این بود که گفتن چون تو قانون اومده اینها باید به کتاب آسمانی سوگند بخورن و اینها نه مسلمانن، نه زرتشتیان، نه مسیحیان، نه یهودیان، هیچ کتاب آسمانی نداره، از این جهت این دو سه نفر حزب توده رو رد کردن. ولی شما که استناد میکنید به مجلس اول و میگید که آقا اون برای ما حجت هست، تو مجلس اول صلاحیت اعضای نهضت آزادی رد شد یا تایید شد؟ آیت الله خمینی زنده بود، نویسندگان قانون اساسی همه زنده بودن، مردمی هم که انقلاب کرده بودن که حی حاضر بودن دیگه، تو همین تهران هم به چند نفرشون رأی داد. امروز حاضرید نهضت آزادی تایید بکنید؟ الان بگیم میگن آقا بدعت، بیدینی، خیانت، جنایت. آقا مجلس اول تایید شدن اومدن تو مجلس، یاران بنی صد تو مجلس اول تایید شدن، رأی آوردن، بعضیشون اومدن توی مجلس. ما اتفاقا همینا میگیم که نظارت استصوابی نبود، اصلا شورای نگهبان به این معنا نظارت چیز نداشت. بنابراین میگیم اتفاقا برگردیم به همون مجلس اول که قوی ترین مجلس کشور هم بود. اگه شما قبول دارید ما حرفی نداریم. چرا اینجاشو نمیگید اگر انحراف بود چرا رهبر انقلاب سکوت کرد که آ چرا اینا رو تایید کردید؟ خب یه پیغام میداد همشون رو رد میکردن. چرا نداد؟ چرا اینو انحراف نخون؟ چرا سرش معرکه گرفته نشود؟ من عرضم اینه، امروز رد صلاحیت تبدیل شده به یک مسئله. مسئله فرق میکنه با اینکه یه نفر هست، مثل اینکه بگن آقا توی جامعه دزدی هست تا بگن آقا دزدی در یک جامعه تبدیل میشه مسئله، یعنی میشه یه اپیدمی، همه رو میگیره به گونه ای که ماهیت اون فضا رو تحت تاثیر قرار میده. امروز رد صلاحیت این شده. بعد میگیم آقا این نشده، میگن 130 تا لیست داریم تهران. خب آقا این 130 تا رو فردا منتشر کن. مردم اگر آقای محبی فردا اسامی این 130 تا چهره شاخص اصلاح طلبی که در تهران تایید شده نکنه، من ایشون رو متهم میکنم به دروغگویی. چون وقتی میگه 130 تا، یعنی اس دارن شمردن دیگه، تعیین کردن که 130 نفر هستن دیگه. خود ایشون دیگه بعید خیلی چیز نظر بده، فله ای نظر بده دیگه. اگر کردن خب معلومه شما دروغ گفتید. یعنی ما الان 130 تا چهره شاخص داریم در تهران، صلاحیتش تایید شده، داریم بازی در بیاریم از ترس مردم. و اگر معلوم شد که آقای مطهری و صادقی و حیدری و خانم سعیدی و خانم سیاوشی و غیره به خاطر اسلام یا به خاطر فساد رد صلاحیت شده بودن و پرونده برشون تشکیل داده شد، معلوم شد که حق با حاج آقاست، بندم داشتم اینجا سر مردم کلا می‌ذاشتم. ولی اگر معلوم شد اینها رو فقط به خاطر عقیدهشون و فقط به خاطر دفاع از رأی مردم رد کردن، معلوم میشه ایشون متاسفانه در لباس و کسوت روحانیت داره به ملت ایران دروغ میگه. نباید بره توبه کنه از خدا، بخواد که از گناهانش صرف نظر کنه و عفوش کنه. نمیشه به این راحتی به مردم اینقدر تهمت زد. هر کی مخالفتون رد بشه یا فاسده یا با اسلام مشکل دارید. شما چی کاره اید؟ باید روشن بشه. چرا اصلا ما یه کاری که عجیب کردیم اینه، میگه قانون چرا نگذاشتید؟ من برای ملت ایران توضیح بدم. در مجلس وقتی که آقای خاتمی اومد سر کار دولت، من رفتم وزارت کشور، یه کمیته سه جانبه تشکیل دادیم با حضور آقایان شورای نگهبان، دولت و مجلس، 9 نفر. گفتیم بیایم سر قانون انتخابات تفاهمی حل بکنیم. مجلس پنجم بود، هنوز مجلس ششم نشده. وسط کار آقای جنتی به هم زد، چون تقریبا تمام پیشنهادهای ما رأی برد توسط یکی اکثریت اصولگراها، میگفتن حرفای منطقیه. آقای جنتی رو به هم زد، دیدیم به هم زد. ما و مجلس با هم ساختیم، یعنی دولت اصلاحات با مجلس اصولگرای پنجم،
یه قانونی تصویب کردیم در رسیدگی به صلاحیت ها که آقا باید کسی که رد میکنید اولا احراز بکنید که صلاحیت ندارد، نه اینکه احراز کنید که عدم احراز صلاحیت، نه باید بگید آقا فاسد، ما گذاشتیمش کنار، اگه نه اصل داره اینکه میتونه بیاد اگر مراجعه چهارگانه علیهش نکته ای نگن. رفت شورای نگهبان رد شد، آقای جنتی ردش کرد، فرستاد مجمع تشخیص، اون زمان آقای هاشمی بود اکثریتش اصولگرا، نظر دولت و مجلس پنجم رو تصویب کردن، این قانونشه 22.8.78 ماده واحده، به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردن باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر موارد قانونی مورد استناد و دلایل مربوطه به داوطلب ابلاغ نمایند. مردم آقای جنتی هرگز این قانون اجرا نکرد. همون روزم رفت با آقای هاشمی گفت چرا این رو تصویب کردین، گفت خودتون تو همتون تو جلسه بودی، منم در اون جلسه شرکت داشتم چون معاون وزیر کشور بودم، بحث کردیم چیز کردیم، اعضا گفتن آقای حرف منطقی، آقای جنتی هرگز اجرا نکرد. چرا میگن احراز عدم صلاحیت؟ برای اینکه ببینید دوستان 16000 نفر مثلا تو انتخابات مجلس میان ثبت نام میکنن، تک تک اعضای خبرگان چند، شورای نگهبان چند نفر اینا رو میشناسه؟ فرض کنه هر کدوم 100 تا، تو اون 100 تایی که میشناسه لزوما اون نیست که نفر بعدی میشناسه. با حالا میان میگن حاج آقا ایشون میخواد نماینده مجلس بشه، شما شرعاً میگید که ایشون صلاحیت داره، احراز میکنی صلاحیتشو؟ میگه شرعاً من احراز نمیکنم. میگه بی صلاحیت؟ میگه نه من بی صلاحیتم نمیگم. هست میگه چی رأی میدی؟ میگه ممتنه. 7 تا 6 تا 8 تا ممتنه رأی میدن، آقا رد صلاحیت میشه. اما در صورتی اگر احراز عدم صلاحیت باشه، یعنی معلوم بشه که این آقا فاسده، میان پروندهشون میارن میگن اطلاعات وزارت نیروی انتظامی قوه قضاییه در مورد این آقا، میگن هیچ پرونده سوی ما نداریم، تحصیلاتش هم اینه، مهندس پزشک حقوقدان روحانی هرچی هست، ایشون آیا کسی اعتراض داره به رد صلاحیتش و تایید صلاحیتش؟ اکثر کسایی که اهل اگر احتیاط باشن بخوان رأی ممتنع بدن میشه به نفع آقا تایید میشه صلاحیتش، مگر کسی باشه که یک عضو شورای نگهبان بگه من میدونم به این دلیل این فاسده، مثلا تبدیلش کردم به احراز، تازه ایشون میگه که این کفش شورای نگهبان باید بره بالاتر. یعنی به نظرم میاد که الان که 160 تا رو گذاشتن برای سپاه، 70 تا بین اصولگرا و سپاه و بقیه رو 50-60 تا رقابتی گذاشتن، دست ایشون که باشه لابد یه اون 200 تا رو میذاره برای سپاه، بقیه رو میذاره برای اینکه مثلا اصولگرای تندرو و کنروشون مثلا با هم دیگه رقابت بکنن. اینم عرض به حضور شما از این داستان. در مورد من عرضم فعلا تموم، تا بعد نوبت بعدی میخوام یه بحث جدیدی رو باز کنم. خیلی چند دقیقه من صحبت کردم؟ ایشون الان چقدر فاصله همون؟ الان تقریبا شما 6 دقیقه بیشتر نه اون که شما گفتید 10 دقیقه صحبت دقیقه کرده دقیقه که خب بعدش هم چند دقیقه صحبت کرد ایشون، رو که ادامه داد که بحثو گفت اون وقتی گفتی تموم شد نه ادامه داد بحثو. ای بابا قرار شد منصفانه بگیری دیگه. ایشون رو وقت گفت ده دقیقه شاید موقت... مشکلی نداره، شما هر چقدر، ما اینجا هم نماز عشا هم خوندم تا صبح خدمت شما هستم، هر چقدر الان چقدر وقتمون نهاییش؟ الان من 6 دقیقه بیشتر اضافه کردم، شما 6 دقیقه الان فرصت داری هر چند میخوای اضافه بکن. ایبی نداره، 6 دقیقه بفهم. خیلی من نکته‌های در واقع کوتاهی اول بگم که اشتباهات آقای تاجزاده اونجاهایی که قابل استناده اینا رو بهش بتونیم به جنبندی برسیم، اون حرفایی که آقای تاجزاده از جای دیگه میگن که ما خبر نداریم تو شورای نگهبان اینجوری، شورای نگهبان اونجوری، میتونیم در موردش قضاوت کنیم. این که شما میگین که
وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات نیست، اینطور نیست. دقیقاً همون فصلی که در قانون اساسی ما در مورد شورای نگهبان صحبت کرده به همون ترتیب در قانون اساسی فرانسه صحبت کرده. اول در مورد نظارت بر قوانین صحبت کرده، آخرش نظارت بر انتخابات ها صحبت کرده. پس اینطور نیست. اون چیزی که من گفتم که شما پاسخی بهش ندادید، یه حرف رو عوض کردید، یه چیز دیگه گفتید، این بود که گفتید که توی قانون اساسی ما نوشته شده شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارتش به عهده مجلسه. من گفتم این کجاشه؟ نگفتم با اهمیت یا بی اهمیته. چرا شوراهای اسلامی شهر و روستا به نظر شما در قانون اساسی ما نظارتش به عهده شورای نگهبان نیست ولی بقیه انتخابات ها هست؟ خیلی واضحه، چون تو فرانسه نیست. به همین راحتی، چون ترجمه است. یعنی اینطور نیستش که ما اینجا توی اون 8 ماهی که نشستن قانون اساسی نوشتن، قانون اساسی رو تصویب کردن، از اول نشسته بودن خبر نوشته باشن. نه خیر، عمدتاً ترجمه کردن و عمدتاً مفاهیمم از اونجا داره میاد. خواهشم اینه قانون اساسی فرانسه رو یه بار بخونید، جای دوری نمیره. دوست داشتید من یه بار دیگه میام اینجا با هم مناظره میکنیم، یه بار شما قانون اساسی فرانسه رو خونده بیایید اینجا. چرا هی میگم فرانسه؟ به خاطر اینکه بر ما از اون نوشته شده، خب از رو آمریکا نوشته نشده. چیکار بکنیم؟ یعنی ما یه قانون اساسی داریم. آقای دکتر کاتوزیان سر کلاس حقوق میگفت که این اصل 40 مال منه. اصل 40 خودمون نوشتیم. یعنی اینطور نیست که از جایی ترجمه کرده باشیم. خدا رحمت کنه آقای کاتوزیان، میگفت این اصل من نوشتم. آقای کاتوزیان که این متنی که از روش خوندید یه اظهار نظری بعد از تصویب قانون اساسی سال 58 کرده، گفته من با این شورای نگهبان به این ترتیب در برای نظارت بر انتخابات ها مخالفم. عبارت آقای کاتوزیان اینه، میگه یه کاری کردن غیر مسلمان ها نیان، چفت و بستش رو صفر کردن. مصاحبه آقای کاتوزیانه، یا تو روزنامه کیهان یا اطلاعات، الان خاطرم نیست، میتونید مراجعه بکنید. این آقای کاتوزیانی که این مصاحبه رو دهه 80 انجام داده، اول انقلابم هم به قانون اساسی همون ایرادو میگرف. مثلش من و شما نبود که انقلابی باشه، الان من اون موقع شما. اینطوری نبود که نظر آقای کاتوزیان عوض شده باشه شورای نگهبان قانون اساسی یا یه کار دیگه باش کرده باشه. اتفاقا آقای کاتوزیان به عنوان یکی از بزرگترین حقوقدانهای معاصر کشور ما روزی که این قانون اساسی تصویب شد خوند، با الان شما هم نظر بود که گفته بود اینا میخوان مسلمان ها رو تایید کنن. میگه که چرا شورای نگهبان گفته 6 نفر حقوقدان مسلمان. حقوقدان مسلمان معنا داره. چرا حقوقدان مسلمان؟ چرا اینا از یه طیفن؟ اینا که از یه طیف نیستن. آقای دکتر، پژوهشکده شورای نگهبان مشروع مذاکرات شورای نگهبان رو چاپ میکنه. یه بار مذاکرات آقایان رو بخونین ببینین اینا از یه طیفن یا اینا هر روز دارن با هم بحث میکنن، بحثای طلبگی میکنن. مسئله ایناست. بله اینا از طیف اسلامن. یک خطری وجود داره، خطر اون چیزی که امام در مورد منتظری گفتش من میترسم شما اصلاح انقلاب رو به دست لیبرال ها و فتن فروش ها بدید. رهبری شاگرد همون امامه، علمایی رو میاره که وطن فروش ها رو راه ندن مطابق قانون اساسی. یعنی ما یه قانون اساسی داریم، یک قسم نمایندگی داره، شرایط انتخاب شوندگان داره و همه اون چیزهایی که توی مجلس داره تصویب میشه توسط شورای نگهبان باید اونجا مورد بررسی و تایید و رد قرار بگیره. همچنین قانون اساسی داریم. این قانون اساسی شیوهش با قانون اساسی دوره 68 دوره 58 هیچ تغییری نکرده. فقط نخست وزیرمون شده رئیس جمهور، رئیس جمهور اختیاراتش داره رهبری. حل اختلاف میان قوا توسط رئیس جمهور بوده، حل اختلاف میان قوا الان توسط رهبریه. اختیارات نخست وزیرم داده شده رهبری. هیچ تفاوت آنچنانی با اون قانون اساسی که شما داری اساسش حمایت میکنی نداره. اما آقای کاتوزیان برخلاف شما اون روزی که از این قانون سنگ این قانون اساسی رو به سینه میزدید، آقای کاتوزیان همون موقع میگفت این قانون اساسی اسلامی فرانسوی نیست، اونی که منو حسن حبیبی با هم دیگه نوشته بودیم یه چیز دیگه بود، اینا یه چیز دیگه تصویب کردن. بله مردمم رأی دادن.
دموکراسی به معنای کلی کلمه یعنی رأی مردم، مردم رأی دادن. دموکراسی به معنای ایدئولوژی یعنی اون چیزی که دین درش وجود نداره. بله ما اینو قبول نداریم، اما اگر به معنای این هستش که رأی مردم، رأی مردم است. شما میفرمایین که عرض کنم محضرتون بنی صدر رو نهضت آزادی تو مجلس اول بودن. این حرف آقای تاج‌زاده خنده‌دار نیست؟ مجلس اول کی تشکیل شد؟ بنی صدریا کی بودن؟ بنی صدر بعد رئیس جمهور بود، آدماش تو مجلس نباشن؟ اون موقع این فرار بنی صدر رو اینا هنوز اینجوری نشده بود که مثل الان شناخته شده بشن. شما باید اینجوری سوال بکنی تو مجلس اول ساواکی‌ها بودن یا نبودن؟ سوال اینه، اینو حتما جواب بدین. آیا قانون میتواند تصویب کند که ساواکی‌ها در مجلس نباشند یا نه؟ یک. دو، اگر در این قانون باشد مثل مجلس اول و شورای نگهبان یک فرد رو به علت حضور در استخدام در ساواک رد صلاحیت بکند، درست است یا نه؟ شما با نادیده گرفتن همه اتفاقاتی که در این 40 سال افتاده میگید بنی صدریا بودن الانم بیان، این خبرها نیست آقای تاج‌زاده. شورای نگهبان اتفاقا نشسته که بنی صدریا نیان، طرفداراش هم نیان، نهضت آزادیایی که میگفتن در واقع قانون قصاص و اینا هم بعد لغو بشه اونا هم نیان. همین استاد بزرگوار بنده آقای دکتر کاتوزیان که بنده افتخار شاگردی کتاباشو داشتم سر کلاسش نبودم، لایحه قصاص رو امضا کرد، گفت این در کشور نباید امضا بشود. اون فردی که مقتدای شما بود، او گفت هر کس این رو از علم و عمد گفته باشه مرتد. همین آدمی که ازش بهش استناد کردید. البته آقای کاتوزیان بعدن سر یک کلاسی گفته بود من منظورم این نبود که این اجرا نشه، منظورم این بود این بعد دست حاکمیت باشه نه دست مردم. آقای کاتوزیان هم آدم صادقی، حتما حرفش درسته. شما بیایید به این جواب بدید که آیا ساواکیا، توده‌ای ها و ماننده اینها در مجلس اول باید رد می شدن یا نه؟ حرف بنده رو آقای تاج‌زاده تایید کرد. در تاریخ بنویسید امروز آقای تاج‌زاده گفت در مجلس اول توده‌ای ها رد شدن. بنویسید اونو تو تاریخ، نگن مجلس اول رد صلاحیت نداشتیم. آقای تاج‌زاده امروز گفت مجلس اول رد صلاحیت داشتیم، توده‌ای ها رد شدن. منم از رو براتون خوندم، یه بار دیگه محض استحضار آقای تاج‌زاده براتون بخونم. نه تنها توده‌ای ها رد شدن، احسان طبری و کیانوری هم رد شدن. نامه رسمی شورای نگهبان، یه نامه دیگه براتون بخونم آقای تاج‌زاده از مجلس اول. مجلس اول نامه زده به، میفرمایند این مثل فرانسه نیست که دخالت بکنه اون حسن اجرا باشه، اینو مجالس بعدی درآوردن. از روش میخونیم، مجلس اول، مجلس دوم، آقای اکبرزاده به عنوان نماینده این نیشابور در دوره مجلس شورای اسلامی، ببخشید این نامه نیست، آها چرا، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، آقای اکبرزاده به عنوان نماینده نیشابور شناخته شد. نظر به اینکه نامبرده در بر اساس اعلام شورای نگهبان حق شرکت در انتخابات نداشته و آراء ماخوذه بعد انتخابات، آقای دکتر، آراء ماخوذه به ونامه وی ابطال گردیده است، طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون است. مثل همینی که همین دفعه اتفاق افتاد، مراتب با عنایت به اصل 113 قانون اساسی جهت اجرای اعلام می‌گردد. آقای تاج‌زاده امروز، آقا اینو بنویسی تو رو خدا، آقای تاج‌زاده از زیرش در نره چون منو متهم به دروغگویی کردن،
اما الان به من اصلا پاسخ نمیدن که این چیزایی که از قانون اساسی خودمون و فرانسه مقایسه کردن کدومش راست بود. حالا بگذاریم، من عادت به متهم کردن به دروغگویی ندارم، مردم متوجه میشن راست و دروغ چیه. ولی امروز آقای تاجزاده گفتن توده ها در مجلس اول رد صلاحیت شدن. پس در مجلس اول رد صلاحیت بوده. مردم ایران، آقای تاجزاده امروز گفتن مجلس اول رد صلاحیت بوده. اینو یادتون نره، این یک برگ برنده است برای اینکه شما ایشون الان از دوم خرداد داره داد میزنه که این انتخابات نظارت استصوابی، اینو بعدن در آوردن تو قانون اساسی نبوده. این همین ثمره امروز مناظره بنده و آقای تاجزاده در مجلس اول رد صلاحیت بوده توسط شورای نگهبان. همون، خب یکی دیگه هم بگم، خاطرات آقای خلخالی رو بخونین، اسناد شورای نگهبان هم ببینین. شورای نگهبان آقای خلخالی، مرحوم خلخالی رو رد صلاحیت میکنه. حکم حکومتی هم ببینید، نظر شورای نگهبان هم ببینید، همه چی تو این موضوع است. شورای نگهبان آقای خلخالی رد صلاحیت میکنه. حکم حکومتی از طرف امام میاد، میگه که ایشون رو من میشناسم، ایشون صلاحیت داره، شما اشتباه کردید، ایشون رو تایید کنید. خب همین، این نشون میده هم اون موقع حکم حکومتی بوده، هرچند اول توی اصل 57 کلمه مطلقه نبوده، هم رد صلاحیت بوده، هم رهبری در صلاحیت هم دخالت میکردن. چرا ما داریم میاییم به مردم رو فریب میدیم، میگیم از مجالس بعدی به وجود اومد، مجلس شورای اسلامی این رو برای ما چیز کرد، شورای نگهبان اینو برای ما تفسیر کرد، که البته اگر تفسیر میکردن مطابق اصل 98 قانون اساسی درست بود، چون تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان هست. در از مجلس اول بوده، اسمش نظارت بوده، اسمش هم حسن اجرای قوانین نبوده. از ایشون نشنوین، حسن اجرای قوانین وظیفه شورای نگهبان نیست، وظیفه قوه قضاییه است. اصل 156 در اصل 156 آمده حسن اجرای قوانین توسط قوه قضاییه رسیدگی میشه. اتفاقا نعل به نعل مانند قانون فرانسه، ما شورای نگهبانمون به انتخابات ها رسیدگی میکنه، اونجا به شورا رسیدگی نمیکنه، اینجا به شورا رسیدگی نمیکنه. از خودمونم در نیاوردیم، ترجمه کردیم، یارو من رفتم مو به مو در آوردم. بفهمید تاج زاده چند دقیقه است؟ وقت ما هفت دقیقه صحبت میکنم که برابر بشیم، که بعد دیگه دفعه بعد دو تا پنج دقیقه صحبت بکنیم، بحثو ببندیم. فصل ببینید آقای دیگه ما مهمان شماییم، شما حرف چقدر تصمیم بگیریم ما اون حرف میزنیم. یه سوال اول بکنم، نهضت آزادی اون زمان تایید شد به دلیل این بود که تو حکومت بود، نه به دلیل اینکه استفاده رو رفته بود کنار، اونو کاری ندارم. 58 قابل قبول بود، از کی قابل قبول نبود که دیگه نباید تایید میشد؟ الان جواب بدم؟ آره، چون تاریخش نفر. خب الان از وقت منه، خودم سوال کردم. آره اصلا مهم نیست، مهم این بود که در مجلس اول رد صلاحیت بود. الان مگه بحث ما بذار بگم دیگه، نه اون که وقت منه، وقت خود نوبت توضیح بده. یه سوال ازت کردم، از کی؟ میخوام به مردم یه چیزی توضیح بدم. ببینید دوستان، میگن نهضت آزادی اون وقت میتونسته، ولی بعد از یه نامه‌ای که منسوب است به بنیانگذار نظام دیگه صلاحیتش رو همیشه دست داده. در صورت که در سال 74 همین آقای جنتی و شورای نگهبان صلاحیت اعضای نهضت آزادی رو تایید کرد، اون وقت که نیاز داشت در مجلس پنجم، با همین راحتی. هر جور میخواین اینو توجیهش کن، این یک. دو، من به حزب توده میپردازم الان. الان بحث آقای علی مطهری، آقای علی مطهری حزب توده‌ای، مارکسیست، ساواکیه، پول دزدیده، زنا کرده، چی کار کرده ردش کردید؟ پس میگم اینو سوال جواب بدید، جواب نمید. میگم 130 تا از اسمشو منتشر کن، نمیکنه. یعنی اینا چیزایی که دیگه احتیاجی به تاریخ نیستش دیگه. بسیار خوب، تو فردا صاحب مردم اگه فردا منتشر کرد من دروغگوام. 130 تا چهره شاخص از اصلاح طلبها فرداشون منتشر میکنه. اما دعوا سر این نیستش که مسلمونا بیان یا توده یا بیان، که اینو قسمت بعد میگم. دعوا سر اینه که هر مسلمونی که اینها ذره انتقاد داشته باشه نسبت به نهادهای انتصابی میذارنش کنار.
پاکترین مسلمان رو میذارن کنار. دعوا سر اینه، هیچ ربطی هم به قانون اساسی نداره. و همین دلیلم میگم آقا شما اگه نمیگید میخواید فقهاتون حاکم باشن، خب مثل کشورهای دیگه بگید در سیاست دخالت نکنن، از جناهای مختلف باشن، شأن خودشونو حفظ بکنن. بسیار. مگه نمیگید دهه اول انقلاب؟ خود دهه اول انقلاب من شما گفتم جواب نمیدی، چرا از جناهای مختلف تو شورای نگهبان بود؟ چرا الان نمیذاره؟ چرا رهبر اصرار داره همه از یه گروه باشن؟ بعد همین گروه بیاد خبرگان، خودش نامزد انتخابات بشه، بعد رقباشو حذف بکنه. آخ کجای دنیا شما دیدید طرف هیئت نظارت بر انتخابات، خودش هم ناظره و خودش هم همه اختیارات مطلق داره؟ خب بگید یه چیزی که هست، بگید اینا اومدن نماینده شدن خودشون هم و خودشون این کارو کردن. این هم مال این. در مورد عرض به حضور شما که توده یا این حرف درسته، یه اختلاف نظر جدی بود اول انقلاب و اون اینه که اینها میتونن تو انتخابات بیان یا نه. یه نامه‌ای هست من میخونم برای شما، مال فرماندار تهران. در هیئت اجرایی اختلاف نظر میشه که آیا اینها رو تایید بکنن یا نکنن. همون نامه‌ای که میخونیم این مستند به این نامه است، جواب این نامه است، منتها این نامه رو نمیخونن. هیئت سه نفره نظارت بر انتخابات تهران با توجه به بحث‌ها و تبادل نظرهایی که در رابطه با قبول و یا عدم قبول صلاحیت نمایندگی احزاب چپ به ویژه حزب توده و سازمان چریکای فدای خلق در اجلاسیه‌های متعدد و هیئت اجرایی تهران پدید آمد و نظریات نتوانسته است منتج به یک نقطه جمعی و قاطع گردد که بتوان صریحاً قبول یا عدم قبول آنان باشد، اعلام نمود. خواهشمند است صریحاً این جانب را، احتمالاً صریحاً بوده، به هر حال صریحاً اینجا نوشته، این جانب را در رابطه با قبول یا عدم قبول داوطلبین فوق الذکر ارشاد فرمایید. مصطفی تهرانی فرماندار تهران، پاسخ هیئت نظارت: بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای تهرانی، همانطور که شاهد بودید با مسئولین مملکتی تماس حاصل شد. رأی اغلب آقایان بر این است که با توجه به قانون فعالیت احزاب، شرکت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است. این مال سال 58. یعنی مسئولین کشور سال اول انقلاب استنباطشون اینه که حزب توده و چریکای فدایی میتونن نامزد داشته باشن. این فضای انقلاب. بعد سوال میکنه از آقای از شورای نگهبان، یعنی آقای فرماندار ول نمیکنه، به نظر هیئت نظارت اکتفا نمیکنه و نظر مسئولین هم نمیگیره، برای شورای نگهبان که میپرسه. آقای عرض به حضور شما که شورای نگهبان ابلاغ میکنه که نه، اینا چون میخوان باید به کتاب آسمانی سوگند بخونن، رد میکنه. بنابراین یه اختلاف جدی بوده همون زمان. حالا اومدیم جلو، بعد 40 سال ما تو خیلی از زمینه ها الان که فضا اینه، درست مثل بعضی از اصول دیگه قانون اساسی که بوده، باید بحث بکنیم، باید به سمت گشایش بریم یا به سمت بستگی بیشتر. دعوا همه سر اینه. ما با گذشت زمان و با تثبیت نظام هی دایره رو باید باز بذاریم برای اینکه مردم نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنن از همه گروه ها. بحث هم اصلا دین و ایمان نیست، کما اینکه در عراق همین الان حزب کمونیست نامزد معرفی میکنه، رأی میاره، آیت الله سیستانی هم سر جاش هست و هیچ اعتراضی هم نداره. میگه رأی مردم هر کی میخوان بذارید خودشون باشه. 10 تا 20 تا نماینده کمونیست هم میاد میره تو مجلسشون میشینه، بی اجاب و با اجاب هم میشینه، سکولار و مسلمان هم میشینه. من میگم اصلا اون بحث رو فعلا تو این مقطع بگیم تفسیر شورای نگهبان درسته و میگه توده‌ای ها نباید بیان. بسیار خوب. اما تو همون شورای نگهبان تمام مسلمانای منتقد همون زمان هم اختلاف بوده، یعنی اینکه من میگم آقای بنی صدر نماینده داشت اونجا، اینجوری نبود که بنی صدر کاندیدای آقای بهشتی و آقای هاشمی و آقای خامنه ای و اینا تو انتخابات باشه، در مقابل اینها بود. رأی آورد، رئیس جمهور شد، نامزد معرفی کرد، نامزدش تغییر صلاحیت شد. البته اون وقت ما تو جبهه آقای بهشتی و آقای هاشمی آقای خامنه‌ای لیست ائتلاف درست کردیم در مقابل لیست بنی صدر و در مقابل لیست سومی که لیست مجاهدین خلق و غیره بودش. بنابراین
فضا بر این بود که آقا مخالفین و منتقدین میتونن بیان. این بعد از داستان استعفای مهندس بازرگان از دولته، بعد از داستان گرفتن سفارت آمریکاست و انتشار اون اسنادی که مثلا اینا متهم شدن به رابطه با آمریکا، صلاحیتشون تایید شد، اومدن مهندس بازرگان تایید شد، دکتر یزید تایید شد، اومدن نامزد شدن، مردم رأی دادن، یک نفر شما پیدا نمی‌کنید اعتراض کنید که آقا اینا اسنادشون تو سفارت در اومده، نمیدونم اینها در مقابل امام ایستادن میگن ما ولایت فقیه قبول نداریم، اینها میگن که آقا ما استعفا دادیم در مقابل دولت فلان. گذشت سال 74 هم که اتفاق افتاد، 14 سال بعد، 15 سال بعد هم دوباره اینا رو چیکار کرد، دقیق‌تر بخوام میگم 16 سال بعد دوباره اینا رو تاییدشون کردن. امروز من دارم بحث میکنم میگم که آقا آقای مطهری رو چرا رد صلاحیت کردی؟ میگه ما مشکلمون اسلام است. چی گفته آقای مطهری کمتر از شما مسلمونه، کمتر از شما اسلام میشناسه، کمتر از شما دلش برای انقلاب و نظامش میتپه؟ کجا ثابت شده این؟ میگم آقا چرا این ردش کردی؟ ساواکیه؟ بنابراین بحث اینه بیایم سر اصل قضیه، پاکترین، مسلمونترین، شناخته ترین نیروها رو شورای نگهبان به نام فساد و به نام اسلام داره رد میکنه، فقط و فقط به خاطر اینکه یک اقلیت 15 درصدی رو به زور حقنه کنه برای ملت، اونها فقط رأی بیارن بگیرن مجلس دستشون و بتونن کشور رو اداره کنن برای مقاصدی که دارن. الان اگه وقت تمومه بیشون یه وقت مثلا 5 دقیقه تا 10 دقیقه بدیم، منم همون میزان صحبت میکنم که دیگه عدالت هم رعایت شده باشه. از خود ایشون بگو، هر چقدر که ایشون میگه من وقتم آزاد تو صبح اینجام، نه مردم خسته میشن، مردم خسته مشکلی نداره. آره باتری بعد دو تا پنج بیای دوربینا صحبت کنیم، 5 دقیقه شما صحبت کن، 5 دقیقه من صحبت کنم که تموم بشه. بعد دیگه تموم نه دیگه، هفته بعد قرار شد که آقای یامین پور و آقای رائفی پور، گفتم ما جا هم داریم میخواییم مناظره بکنیم، انشالله با اون دوستان یه خود مناظره میکنیم در مورد مشکلات کشور و راه حل داشت. پنج دقیقه خوبه، من تونتون میگم. آقای کواکبیان رد صلاحیت شده؟ نه، چون فاسد نیست. توندم علیه نهادهای انتصابی اظهار نظر میکنه. آقای تابشی؟ نشده. آقای مجید انصاری؟ نشده. و قصد الله هازا، آدم سالم رد صلاحیت نمیشه. من نمیدونم آقای علی مطهری چرا رد شده در انتخابات. رد شده آقای علی مطهری؟ خب من یه خاطره برای شما بگم، یه خاطره بگم. یه روزی آقای علی، من هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلسم، میدونین؟ کارمند مجلسم من. یه دفعه یه طرحی اومد، گفتن اینو دارن مطرح میکنن در خصوص حق تألیفه. حق تألیف بعد از وفات طرف 30 سال بود. 30 سال رو ورداشت آقای مطهری که از کتابای شهید مطهری بیشتر بتونه بعد وفاتش استفاده بکنه. من اگه بودم همونجا رد صلاحیتش میکردم که سوء استفاده از اموال بیت المال نشه اینطوری. قانون برای شخص نوشته نشه. ما الان تو کشورمون یه سری قوانین داریم به نام اشخاص نوشته شده. قانون فلان، یه دونه قانون داریم مال قبل انقلاب به نام قانون گوگوش، بنا قانون چک بوده تو قانون قبل انقلاب، قانون چک رو به نام قانون گوگوش نوشتن چون ایشون اعمال نظر کرده بوده قانون چک رو تغییر بدن. این قوانین الان هم وجود داره. چرا یه نماینده چون خودش نماینده است باید بیا تر بده که 30 سال حق تألیف متوفا باید بشه، نمیدونم 50 سال یا بیشتر؟ این کار درستیه؟ من اگه بودم همون موقع ردش میکردم، ولی من نمیدونم چرا رد شده. اما آقای کواکبیان شما رد نشده، مجید انصاریتون رد نشده، تابشتون هم رد نشده، اظهار نظرهای تندم میکنن و تعداد اینا هم زیاده. حالا اسامیشون رو میدیم. این نکته اول. نکته دومی که گفتیم که آقای جنتی اینطوری، آقای جنتی اونطوری. آقای جنتی یکی از اون 12 نفره. در هم مشروع مذاکرات رو بخونید ببینید که در مورد مساوات مجلس صحبت میکنن آقای جنتی چند درصد توی اقلیته، بیشتر موارد توی اقلیته و رد میشه. اینطور نیستش که حالا یه اسم جنتی به عنوان یک فردی که داره زحمت میکشه اینو سیبل بکنید مثل همون واژه انتصاباتتون. آقای جنتی، حضرت آیت الله جنتی یکی از اون 12 نفره. اونجا رأی گیری میکنن، مستنداتو میمونن بر اساس اون در واقع نظر میدن. این برچسبم با آقای جنتی در واقع نمیچسبه.
این هم یه نکته. نکته در مورد اول انقلاب که گفتید اختلاف شد، اینه که خوندید که به نفع حرف ما بود که. من اولش که نامه نگاری شده بود نخوندم. چرا؟ چون میخواییم ببینیم که اول انقلاب شورای نگهبان ورود میکرده یا ورود نمیکرده. شما نامه نگاری اولش هم خوندی. آقا بحث بوده، این چیزایی که آیت‌الله‌زاده خوند بحث بوده، مارکسیستا بیان یا نیان. خب پس معلومه نباید میومدن، یه عده میگفتن یه عده میگفتن باید بیان، اختلاف بوده دیگه. این اختلاف رو بر اساس قانون اساسی کی باید رد چیز بکنه، حل بکنه؟ شورای نگهبان. فرشته نامه نگاری کرده شورای نگهبان، شورای نگهبان گفته اینا عقاید ضد اسلامی، عقاید ضد اسلامی دارند، اینا نمیتونن بیان. مارکسیست یکیشه، هر کس عقاید ضد اسلامی داشت نمیتونه بیاد. گذشت این دعاوی نخنما که نماز صبح واجب کفایی، نمیدونم فلان چیزه، این بازی اینا. احکام اسلام مشخصه، ضروریات اسلامی هم مشخصه. این که میگه که میگید که علی مطهری کی گفته که از شما مسلمان‌تر نیست؟ آقای مطهری از من مسلمان‌تره، اما احکام اسلامی مشخصه، بر اساس احکام اسلامی نظر داده میشه. مخالفین هم مگه شما نگفتیم ما قانون گذاری کردیم آقای جنتی ردش کرد اجرا نکرد؟ مگه نگفتید اینو؟ چرا قانون گذاری نکردید ماده 28 اصلاح بکنید؟ مگه با اسلام مخالف نبودید؟ ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اینجوری میگه: انتخاب شوندگان صلاحیت‌های زیر داشته باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اسلام. آقای تاج‌زاده شما همونی که اون قانون رو نوشتی، چرا نبردی اینو اصلاح کنی، اسلامشو برداری که امروز به شورای نگهبان ایراد نگیری؟ شورای نگهبان بر اساس متن قانون، 5 دقیقه تمومه؟ تمومه. شورای نگهبان بر اساس متن قانونی که طیف شما تصویب کردن داره میگه که اینها احکام اسلام رو رعایت نمیکنن، منم اعلام نمیکنم، خودش اومد بهش اعلام میکنم. چرا؟ علتش اینه که آبروش میره، بردلین خودش دوست داره بره بگه. ولی مسئله اینجاست، این قانون شما تصویب کردی و شما باشه اشکال نداره، شما چرا لایحه ندادی؟ چرا قانون جامعه انتخابات رو نفرستادید مجلس؟ قانون جامعه انتخابات رو که نوشته بودی میفرستادید مجلس؟ آقای تاج‌زاده من قانون جامعه انتخاباتی که دولت آقای خاتمی تایید شده بود و دیدم، التزام عملی به اسلام اونجا هم هست، یعنی دولت آقای خاتمی التزام عملی به اسلام هم نوشته. مخالفه چرا حذف کرده؟ این بعدن اومده بود دیگه، این تو اصلاحیه‌های بعدی اومد، تو اول انقلاب التزام عملی به اسلام نداشت، ساواکی ماواکی‌ها رو داشت ولی اینا رو نداشت. اینا رو چرا تغییر ندادین؟ خودتون تغییر ندادین. شورای نگهبان رو دارید بهش حمله میکنید برای یک منافع سیاسی که وجود داره، و الا شورای نگهبان به جز اجرای قانون انتخابات مصوبه به طیف شما کار دیگه‌ای نمی‌کنه. من مجلس ششم رئیس ستاد انتخابات کشور بودم. یه موردی بود فرستادیم برای شورای نگهبان، رئیس ستادشون بودم. آقای جنتی نامه نوشت که در جلسه شورای نگهبان اینجوری شده و مثلا رد شده. من اونجا اعلام کردم که چون اطلاع داشتم، نوشتم که حضرت آیت الله در کویت تشریف دارید و چجوری جلسه تشکیل شد به این سرعت و رد کردید. رابطشون اومد پیش من که آقا شما چرا اینجوری نوشتین اسلام میمونه توی تاریخ؟ گفتم من نوشتم که تو تاریخ بمونه، مشکلش چیه؟ گفت آخه بعد میخونن که تو این شرایط آقای جنتی رفته کویت و چیز شده، این مثلا مردم خیلی نمیپسندن. خب حالا من به خاطر این کار بعد بگم چی؟ آقای جنتی دیگه فاقد صلاحیت شد با این منطق شما؟ باید بگم دیگه، کسی که صلاحیت همه آدما رو داریم دست خودش، یه نمونه کارش اینه که آقا چرا مینوشتید که نبودید مثلا در جلسه؟ به علاوه آخه کدوم جلسه تشکیل شد؟ جلسه تشکیل نشده بود، یه نفر تصمیم گرفته و رفته بود. آقای جنتی یه نفر از 12 نفر نیست، و همین جهت هم میگن آقا حتما باید رئیس هیئت نظارت آقای جنتی باشه، دبیر شورای نگهبان آقای جنتی باشه و این مجموعه که هستش با اونه. وگرنه مثلا کسی چرا اصلا بقیه اعضای شورای نگهبان خیلیشون نمیشناسه جامعه؟ برای اینکه ببینید با کیا ما طرف هستیم. دو تا اعضای شورای نگهبان چند وقت پیش، آقای لاریجانی و آقای یزدی، با هم مکاتبه کردن، هر دوشون هم رئیس قوه قضاییه کشور بودن. ببینید چه آبرویی از هم دیگه بردن.
آقای لاریجانی میگفت چه آقا تو که تو جلسه خوابی ما حد بحثی میکنیم تموم که میشه بعدی بیدار میشی میگی آقا اون بحثه اینجوری شد. میگن حاجی آقا تموم شده، نوبتش گذشته، اون الان تو این فاصله که شما استراحت میکردید چیز شد، تموم شد، رفتیم وارد بحث جدیدی شدیم. و بعد شروع کردن اتهاماتی که علیه هم دیگه زدن، بعد سرنوشت کشور رو دستش. میگیم آقا چرا این افراد مسلمون رد شدن؟ میگید که آقا اینها احکام اسلامی رو رعایت نکردن، به خودشون گفتن. آقای محبی، بنده اعلام میکنم این چند نفری که اسپردم اعلام کردن که ما هرچی خواستیم که دلایل رد صلاحیت ما رو به ما بدید ندادن. مگه آبروشون نمیره؟ خب اینا میخوان خودشون، دلشون میخواد آبروشون بره. شورای نگهبان بگه چرا آقای صادقی رو رد کرده، چرا آقای حیدری رو رد کرده، اون چند نفری که اسپردم شما کمک بکنی که اعلام بشه. اگر اعلام شد معلوم شد مشکلشون فساد مالیه یا فساد اخلاقیه یا اینه که ملتزم به احکام اسلامی نبودن، نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج نمیرفتن، نمیدونم غیره، حاضر اوناش جای بحث داره. با این نامه آقای توکلی اخیراً بخورید که در مورد این قضیه چقدر میگه آقا این حرفا نامربوطه. ولی میگم اصلا اگر معلوم شد این مشکلات خود معلوم شد، شما راست میگید دیگه، اگه نه همون استفاده ابزاری از دین در طول تاریخ که قرآن شدیداً محکوم میکنه به خصوص نسبت به روحانیون که آقا اینها دین خدا رو به نفع خودشون تفسیر میکنن برای دنیای خودشون، برای قدرت خودشون. این چند روز آینده اگر شما تونستی دلایل اینا رو بگید، شورای نگهبان رو مجاب بکنید که مستندات رد صلاحیت این چند نفری که گفتن رو بگید، معلوم بشه اینا مشکله یا اسلام دینی دارن یا اخلاقی دارن یا اقتصادی دارن، من در مورد این انتخابات تا آخر دیگه کلامی حرف نمیزنم، میگم حرفای بقیهشون هم درسته. اگر نزدن بدانید که این حرفا به خاطر قدرتیه که یه عده میخوان به نام دین بگیرن قدرت رو، منتها چون نمیتونن توی رقابت آزاد رأی بیارن، اکثریت مردم اینا رو نمیخوان، میخوان به زور خودشون رو حقنه کنن و تحمیل کنن به ملت بزرگ ایران، که البته به نظر من موفقم نخواهند شد. از حوصله دوست مردم و همتون دوستانی که اینجا بودن سپاسگزارم. مجددن هم تشکر میکنم آقای محبی با این که مراسم ما رو به هم زدن از بالا، مردونگی کرد و تشریف آورد اینجا. البته اول پیشنهاد کردیم من برم منظرشون، به دلایلی من نرفتم، لطف کردن اومدن اینجا، انشالله پیگیری میکنن. ما میمدیم لابی نمی آوردیم اتونم انشالله بالا. آقای دکتر شما که اومدیم منزل من نماز کندی که شکلات خوردی، یخ کردیم پا انگوشته پام یخ کرد. به هر حال ممنون هستم ازش و انشالله که این گفتگوها صورت بگیره تا یه خورده حرفای همدیگر رو بیشتر بفهمیم و انشالله که اینها باعث تنویر افکار عمومی بشه. سپاسگزارم.